سلام، بریم سراغ یک مثال نسبتاً سخت در مقایسه با جلسه قبل از محاسبه تابع بهترین پاسخ و بعد من بهتون خواهم گفت که میخوام از این مثال به کجا برسم. فعلا بذارید ما تابع بهترین پاسخ رو حساب بکنیم. خب ببینید، یک بازی دو نفره رو در نظر بگیرید که بازیگر یک ما و بازیگر دو ما هر کدوم میتونن سه تا عمل انجام بدن. بازیگر یک عملهایی که میتونه انجام بده A, B و C هست و بازیگر دو هم میتونه دوباره عملهای A, B و C رو، اصلا بذارید من یک اسم دیگه برای اینا بذارم، مثلا D, E و F. خب یعنی اصلا برامون مهم نیست، این عملها میتونن عملهای اصلا متفاوتی باشن. خب و فرض کنیم که نتیجه نهایی بازی یا پی آف فانکشن ها به این شکلی که در این نقطه، یعنی A و D، بازیگر یک یک به دست میاره، بازیگر دو دو، در این نقطه دو و یک، در این نقطه یک و صفر، در این نقطه دو و یک، در این نقطه صفر و یک، در این نقطه صفر و صفر، در این نقطه صفر و یک، در این نقطه صفر و صفر و در این نقطه یک و دو. خب من پیشنهاد میکنم ویدئو رو چند لحظه متوقف بکنید و خیلی خوب به این تابه ها و اینکه این بازی چی هست فکر بکن. خب حالا که با فضای این بازی آشنا شدیم، من میخوام تابه بهترین پاسخ رو برای هر دو بازیگر این بازی به دست بیارم. خب پس بیاید شروع بکنم. با بازیگر یک شروع میکنم، یعنی میخوام بهترین پاسخ بازیگر یک رو برای هر رفتار بازیگرهای دیگه بازی که در اینجا فقط یک بازیگره، یعنی نسبت به عمل اکشن بازیگر دو بهترین پاسخ بازیگر یک چی هست رو حساب بکنم. خب بازیگر دو میتونه سه تا کار مختلف بکنه، پس این به ازای سه تا عمل مختلف باید این تابه رو من مقدارش رو به دست بیارم. خب بیایید دونه دونه پیش بریم. به ازای عمل اول B1 دی، یعنی اگر بازیگر دو دی بازی بکنه چی هست؟ اگر بازیگر دو بی دی بازی بکنه، بازیگر یک این سوت ها رو به دست میاره که از همشون بیشتر بی هست، پس این مساوی میشه با بی. درسته؟ خب بی یک ای چطور؟ یعنی اگر بازیگر دو ای بازی بکنه، بازیگر یک این سوت ها رو به دست میاره که بهترینش این هست، پس بهترین پاسخ بازیگر یک به بازی ای بازیگر دو A و B1 که F در نهایت چی میشه؟ اگر بازیگر یک F بازی بکنه، بازیگر دو F بازی بکنه، بازیگر یک این سوت‌ها رو به دست میاره، بنابراین A و C بهترین پاسخ‌هاش هستن هر دو با هم. درسته؟ من اینایی که بهترین پاسخ هستن و همه رو یک ستاره کوچولو اینجوری بالاشون میذارم که یادم باشه که بهترین پاسخ بازیگر یک ایناست. خب حالا بریم سراغ بهترین پاسخ بازیگر دو. بازیگر دو بهترین پاسخش چجوری هست؟ بهترین پاسخ بازیگر دو به بازی A بازیگر یک میشه چی؟ اگر بازیگر یک A بازی بکنه، بازیگر دو یا اینو به دست میاره یا اینو یا اینو که این اولی از همشون بیشتره، پس میشه D و بنابراین این بهترین پاسخش هست. درسته؟ بهترین پاسخ بازیگر دو به بازی B بازیگر یک چی هست؟ یک، یک و صفر به دست میاره به ازای بازی های مختلف خودش، در نتیجه D و E هر دو بهترین پاسخ بازیگر دو هستند به بازی B بازیگر یک. خب بریم که آخرین هم حساب بکنیم. اینو من مطمئنم خودتون خیلی راحت میتونید حساب بکنید که اگر بازیگر یک C بازی بکنه، بازیگر دو به ازای F بیشترین سود رو به دست میاره، پس این هم بهترین پاسخ هست. این دوتا رو من علامت نزده بودم و الان علامتشون زدم. خب الان ما موفق شدیم تابع بهترین پاسخ رو برای هر دو بازیگر به دست بیاریم و من اینجا با ستاره اونها رو علامت زدم. خب حالا من میخوام شما روی این شکل به یک نکته دقت بکنید، خب که فقط و فقط دو نقطه در این بازی هست که برای هر دو بازیگر بهترین پاسخ همون نقطه است. یکی اینه، بذارید من با یک رنگ دیگه مشخص بکنم، مثلا قرمز، در این نقطه
بهترین پاسخ بازیگر یک به بازی بازیگر دو بیه، یعنی به بازی دی بازیگر دو بیه، و بهترین پاسخ بازیگر دو به بازی بی بازیگر یک دیه. خب یعنی هر دو دارن بهترین پاسخشون رو به بازی همدیگه بازی میکنن در اون نقطه. و همچنین این نقطه، من یک بار میگم جملم رو، بهترین پاسخ بازیگر یک به بازی F بازیگر دو سیه، و بالعکس بهترین پاسخ بازیگر دو به بازی سیه بازیگر یک F. خب یعنی این تقابل رو میبینید در این دو نقطه، هر دو بازیگر بهترین بازیشون به نسبت هم همونیه که دارن بازی میکنن. خب و به طرز جالبی این دو نقطه یک ویژگی خاص دارن که من میخوام این رو شما خودتون حدس بزنید. ببینید، بیایید با این نقطه شروع کنیم. خب بازیگر یک من با خودش فکر میکنه که اگر بازیگر دو در نقطه دی ثابت بمونه و بازیش رو عوض نکنه، من اگه برم به A سودم کم میشه، اگر برم به C هم سودم کم میشه، پس نمیرم و بازیم رو عوض نمیکنم. از طرفی بازیگر دو با خودش میگه که اگر بازیگر یک در B ثابت بمونه، من اگر برم به E 1 به دست میارم، اگر برم به F 0 به دست میارم، پس سودم به هیچ وجه بیشتر نمیشه با تغییر بازی، پس اون هم بازیش رو عوض نمیکنه و بنابراین این نقطه یک نقطه تعادل نش هست. به همین ترتیب شما میتونید نشون بدید که این نقطه هم یک نقطه تعادل نش هست، و از اون جالبتر میتونید نشون بدید که هیچ کدوم از نقطه های دیگه تعادل نش نیستن. خب حالا یک اتفاق جالبی افتاد، باید ببینیم این تصادفی بود یا نه یک منطقی پشتش بود، که تعادل نش بازی، تعادل های نش بازی دقیقا همون نقاطی بود که من بالای هر دوی این پیاف ها ستاره گذاشته بودم. در حقیقت هر دوی اون پیاف ها بهترین پاسخ هر بازیگر بودن به بازی بازیگر دیگه. خب یعنی آیا این یک تصادفه که تعادل نش نقطه ایه که هر بازیگر داره بهترین پاسخش رو بازی میکنه؟ پس بیاید یک بار برگردیم به تعریف بهترین پاسخ و تعادل نش تا ببینیم که آیا این تصادفی بود یا نه همیشه اینطوریه. خب ببینید، بذارید من اینجا رو الان بذارید اصلا پاک نکنم، شاید بخوام استفاده بکنم. خب تعریف تعادل نش چی بود؟ تعادل نش نقطه‌ای بود که در اون هیچ بازیگری با تغییر بازی خود، با تغییر بازی نتواند سود بیشتری کسب کند. درسته؟ یعنی سودش با تغییر بازیش زیاد نشه. ترجمه این جمله به زبان یکم فارسی تر چی میشه؟ که هیچ بازیگری با تغییر بازی، اینو که گفتم، یعنی با تغییر بازی سودش بیشتر نشه. ترجمه این میشه که همه بازیگرها در حال بازی، در حقیقت در حال انجام بهترین بازی خودشون هستن. درسته؟ یعنی بازیگرهای دیگه اگر بازیشون ثابت بمونه، در این مثال اگر بازیگر دو بازیش ثابت بمونه، بازیگر یک در تعادل نش باید بهترین بازیش رو انجام بده. در غیر این صورت روی دیگه سکه اینه که میتونه بازیشو عوض بکنه و سودش بیشتر بشه دیگه. خب پس به این دو جمله فکر کنید، این دو جمله دقیقا دو روی یک سکن. یعنی اگر شما نتونید سودتون رو بیشتر بکنید، پس دارید بیشترین سود ممکن رو به دست میارید. فکر میکنم خیلی واضح باشه. درسته؟ و خب این جمله پایین به طرز کاملا واضحی معنیش همون تابع best response خود ما هست. یعنی همه بازیگرها در تعادل نش دارن بهترین پاسخ خودشون به بازی بقیه بازیگرها در تعادل نش رو انجام میدن و در نتیجه تعادل نش و یا best response
دو روی یک سکم، یعنی تابع بهترین پاسخ عملا داره تعادل نش رو برای من حساب میکنه. بذارید من اینجا رو پاک بکنم تا بنویسم. بنابراین من به صورت کاملا ریاضی میتونم بگم که یک اکشن پروفایل یعنی آ ستاره که مثلا A1 ستاره و A2 ستاره هست، یعنی یک بازی خاصی از بازیگر یک و بازیگر دو، این تعادل نشه، این تعادل نش است اگر A1 ستاره یعنی بازی بازیگر یک بهترین پاسخ بازیگر یک باشه به بازی بازیگر دو و بازی بازیگر دو بهترین پاسخ بازیگر دو باشه به بازی بازیگر یک. درسته؟ یعنی من دقیقا دارم این جمله این پایین رو الان می نویسم. اگر بازی بازیگر یک بهترین پاسخش به بازی بازیگر دو نباشه، اون نقطه نمیتونه تعادل باشه، چون من میتونم تغییر بدم و وضعم بهتر بشه و همینطور برای بازیگر دو. در نتیجه تعادل نش رو به این ترتیب ما میتونیم از طریق تابع بهترین پاسخ حساب بکنیم، کاری که دقیقا همین کار کردیم. یعنی میایم بهترین پاسخ هر بازیگر رو حساب میکنیم، یک ستاره اینجا میذاریم و میبینیم که در کدوم نقطه است که هر دو دارن بهترین پاسخ خودشون رو نسبت به بازی اون یکی در حقیقت انجام میدن و بازی میکنن. خب خیلی هم خوب، به عنوان یک مثال خیلی کوچیک دیگه بیایید همون مثال قدیمی خودمون هم یه بار دیگه با هم ببینیم. اون مثال دو تا شرکت رو که یادتون هست که شرکت یک و دو قیمت بالا و قیمت پایین رو میتونستن تعیین بکنن و سودشون به این شکل بود، 1000 1000. دیگه من انقدر این بازی رو توضیح دادم دیگه نمیخوام الان توضیح بدم و سریع فقط می نویسم. خب حالا بیایید تابع بهترین پاسخ هر بازیگر رو نسبت به بازیگر دیگه به دست بیاریم و اینجا علامت ستاره روش بذاریم. خب ببینید نسبت به بیایید اول با B1 شروع کنیم، یعنی بهترین پاسخ بازیگر یک به نسبت بازی‌های مختلف بازیگر دو. اگر بازیگر دو بالا بازی بکنه، بهترین پاسخ بازیگر یک اینه که پایین بازی بکنه. درسته؟ اگر بازیگر دو پایین بازی بکنه، بهترین پاسخ بازیگر یک اینه که پایین بازی بکنه. درسته؟ پس من یک علامت روی این سود بازیگر یک زدم. از طرف دیگه برای بازیگر دو هم دقیقاً همین هست، یعنی بهترین پاسخ بازیگر دو درست مثل بازیگر یک اینه که در این حالت پایین بازی بکنه و در این حالت هم پایین بازی بکنه. یعنی چه بازیگر یک بالا چه پایین بازی بکنه، بهترین پاسخش اینه که پایین بازی بکنه. و همونجوری که می‌بینید تنها نقطه‌ای که تابع بهترین پاسخ هر دو بازیکن همون نقطه است، نقطه پایین و پایینه که همونجوری میدونید و یادتون هست این تعادل نش اکویلیبریوم یا تعادل نش این بازی هم دقیقا همین نقطه است. خب خیلی هم خوب، مطمئن باشید که من از این روش که یک روش خیلی مهمه حداقل یک و چه بسا بیشتر مثال براتون در ویدیوهای بعد حل خواهم کرد. فعلا خداحافظ.